در این ویدیو می‌خواهیم نحوه افزایش امنیت اکانت پلی‌استیشن نتورک را به شما آموزش دهیم. امن نگه داشتن اکانت باعث محافظت از خریدهای دیجیتالی شما، مانند بازی‌ها، ویدیوها و اشتراک‌های غیر رایگان و همچنین موجودی کیف پول شما می‌شود. به همین علت داشتن یک پسورد مناسب و صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است. پسورد خودتان را هرگز با دیگران به اشتراک نگذارید. پسوردهای مناسبی که از امنیت بالایی برخوردار هستند عبارتند از یک جمله و یا ترکیبی از کلمات. از کلمات ساده و فراگیر مانند نام خواننده و یا گروه مورد علاقه، قسمتی از یک آهنگ معروف و اطلاعات شخصی که سایرین آنها را می‌دانند و یا حتی به راحتی امکان تشخیص آنها وجود دارد استفاده نکنید. می‌توانید از ابزارهای ساخت و نگهداری پسورد که حروف و اعدادی را به صورت اتفاقی برای شما ایجاد می‌کنند استفاده کنید. در ادامه مراحل ایجاد پسورد بر روی اکانت پلی استیشن را مشاهده خواهید کرد. این کار باعث می شود در صورتی که از یک کنسول به صورت اشتراکی با دیگران استفاده می کنید، ورود به اکانتتان با وارد کردن پسورد انجام شود. برای انجام این کار وارد سیتینگ، لاگین سیتینگ و سپس گزینه لاگین پسکود منیجمنت را انتخاب کنید. این صفحه زمانی که کنسول از شما پسورد را درخواست کند نمایش داده خواهد شد. در ردیف اول یک پسورد 4 رقمی وارد کنید و در ردیف دوم برای تایید مجددا آن را تکرار کنید. کنسول این پسورد را در هنگام ورود به اکانت پلی استیشن دریافت خواهد کرد. اگر نمی‌خواهید از پسورد استفاده کنید، کافی است هر بار بعد از استفاده از کنسول از اکانت خود خارج شوید. برای انجام این کار وارد تنظیمات اکانت منیجمنت شده و گزینه ساین اوت رو انتخاب کنید. اگر از طریق کامپیوتری که متعلق به شما نیست وارد اکانت خود شده اید، بعد از انجام کار حتما از اکانت خود خارج شوید و بعد مرورگر را ببندید. برای خروج از اکانت پلی استیشن خود از کنسولی که متعلق به شما نیست به این روش عمل کنید. وارد پلی استیشن نتورک شوید، گزینه اکانت منیجمنت را انتخاب کنید و کلید مثلث را فشار دهید و در نهایت گزینه ساین اوت را انتخاب کنید. بعد از انجام این کار ساین این را انتخاب کنید و کلید ضرب در را فشار دهید و گزینه های انتخاب شده کنار ساین این اتوماتیکلی و سیف پسورد را حذف کنید. همچنین می توانید درخواست پسورد قبل از انجام خرید در فروشگاه پلی استیشن را فعال کنید. این کار شیوه مناسبی برای محافظت از اعتبار موجود در کیف پول شماست. برای انجام این کار در PS4 وارد سیتینگ، اکاونت منیجمنت، اکاونت والت انفورمیشن بشید و گزینه پرچیس سیتینگز را انتخاب کنید. گزینه Require Password at Checkout را بر روی Yes تنظیم و با فشردن کلید Confirm این گزینه را فعال کنید. فعالسازی این تنظیمات از طریق وبسایت سونی هم امکان پذیر است. پس از ورود به اکانت شخصیتان منوی سمت راست را باز کنید. ابتدا اکانت و بعد از آن والت را انتخاب کنید. صفحه را سکرول کنید تا به والت سیتینگز برسید و بر روی کلید ادیت کلیک کنید تا به تنظیمات مربوط به فعالسازی این گزینه دسترسی پیدا کنید. در صورتی که این گزینه را فعال کنید، حتی اگر وارد اکانت خودتان هم شده باشید، همواره در زمان خرید درخواست ورود پسورد را مشاهده خواهید کرد. اگر فکر می‌کنید اکانت شما به قدر کافی امن نیست، در قدم اول پسورد خود را تغییر دهید. آموزش تغییر پسورد در بین ویدیوهای این بخش موجود است.